شش ماه پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری با موشک‌های سپاه، همچنان سوال این است که مقامات ایران از چه زمانی خبر داشتند؟ یک فایل صوتی جدید از گفته‌های مدیر دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری سرنخ‌های تازه‌ای می‌دهد. من همون لحظه‌ای که 6:30 به من خبر دادن، من 6:35 با سپاه تماس گرفتم. آقا شما حمله موشکی داشتید یا نه؟ آقای حادثه توضیح داد، گفت بله ما گفتیم نه، چون دستور داشتیم. آیا این فایل صوتی به معنای خبر داشتن دولت در لحظات اولیه است؟ این سوال را در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم. در ادامه برنامه امشب، تحقیق بی بی سی درباره تعداد قربانیان کرونا در ایران. شمار جان باختگان در فصل بهار میتواند بیش از 2 برابر آمار رسمی باشد. اول رسانه‌های خارج به عنوان اینکه تخریب روابط ایران و چین رو شروع کنن این کار را انجام دادن. بالا گرفتن انتقادها از برنامه همکاری ایران و چین. از سند 25 ساله چه می‌دانیم؟ فرمان ترامپ برای لغو ویزای دانشجویانی که کلاس‌هایشان آنلاین است. 2 دانشگاه برتر آمریکا از دولت به دادگاه شکایت کردند. یکی مثلا که سال آخره 5 سال سرمایه گذاری کرده، حالا اگه بخواد این تو گرفتن مدرکش برش مشکل ایجاد کنه چی میشه؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. 6 ماه پیش در چنین روزی، ساعت 6:12 صبح، پرواز مسافربری شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از باند فرودگاه امام خمینی تهران بلند شد. درست در همان ساعتی که بعضی از خطوط هواپیمایی بین‌المللی پرواز بر فراز ایران و عراق را به خاطر تنش نظامی متوقف کرده بودند. کمتر از 3 دقیقه بعد دیگر خبری از این هواپیما به زمین نرسید. کمی بعد ساکنان و رهگذران در شعاع چند کیلومتری صدای انفجاری مهیب و غریب را شنیدند. هواپیمای تهران کیف با 176 سرنشین سقوط کرده بود. علی‌رغم شواهد و تصاویری که به تایید شاهدان عینی نشان می‌داد به سمت هواپیما شلیک شده، مقام‌های ایران 72 ساعت حقیقت را از مردم ایران پوشاندند. از فرماندهان سپاه گرفته تا رئیس جمهوری، از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تا سخنگوی دولت. حالا بی بی سی فارسی به یک فایل صوتی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد از همان ساعات اولیه مقام‌های هواپیمایی کشوری در تماس با سپاه پاسداران تایید گرفته بودند که یک حمله موشکی انجام شده، اما به دلیل مسائل امنیتی دستور داشتند که چیزی نگویند. گزارشی ببینیم از نعیمی نامجو. یک بلیط هواپیما خریده بودند. 6 ماه از سفر ناتمام پرواز PS752 می‌گذرد، اما سوالاتشان همچنان بی جواب مانده. کسی نمی‌دونه چرا هواپیما تأخیر داشت. کسی نمی‌دونه چرا پروازشون رو کنسل نکردن. کسی نمی‌دونه چرا آسمون رو باز گذاشتن. هواپیما آتیش گرفته. فهرست سوالات در مورد دلیل ساقط شدن پرواز تهران کیف توسط پدافند سپاه و وقایع پس از آن بسیار طولانی است. مقامات ایران ابتدا نگفتند که علت سقوط هواپیما شلیک موشک بمب بوده. شهناز مرتب که برادرزاده‌اش آروین مرتب و همسر او آیدا فرزانه در این حادثه کشته شدند میگوید اولین اظهارات مسئولان برایش تردید برانگیز بوده. رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد به خاطر نقض فنی و بلافاصله بدون کوچکترین تحقیقی، اولین چیزی که من به ذهنم خطور کرد گفتم واقعیت نداره. مقام های ایران بعد از چند روز فشار بین المللی گفتند که هواپیما هدف قرار گرفته بوده. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشه. هفته ها میگذرد اما ایران همچنان در فرستادن جعبه های سیاه هواپیما به کشوری که توانایی استخراج داده ها را داشته باشد تعلل میکند. اگه جعبه های سیاه در وضعیت خوبی نگهداری بشن خطر زیادی برای از دست دادن اطلاعات وجود نداره، اما مطمئنا بهتر اطلاعات در اولین زمان ممکن استخراج بشه.
جوابای سیاه در پاسخ دادن به اینکه چه اتفاقی افتاده حیاتیان. صدای کابین خلبان اطلاعات زیادی به ما میده درباره اینکه خلبان ها چطور واکنش نشون دادن به هر اتفاقی که افتاده بوده. به این ترتیب صدای خلبان ها به علاوه اطلاعات جعبه سیاه دوم بسیار به ما کمک میکنه بفهمیم چه اتفاقی افتاده و اینکه دلیل سقوط چی بوده. کمتر از 10 روز پیش غلام عباس ترکی دادستان نظامی تهران گفت برخلاف قواعد این سامانه پدافند نه برای شلیک اول و نه شلیک دوم که 26 ثانیه بعد رخ داده از شبکه پدافند اجازه شلیک نگرفته. بر اساس گفته های دادستان نظامی تهران اپراتور جهت شمال را اشتباه گرفته بوده و سیستم جهتیابی رادار خطای 105 درجه ای داشته. آقای ترکی گفته 3 نفر در رابطه با سرنگونی هواپیما در بازداشت هستند. اما کارشناسان میگویند مهمترین سؤالی که مقامات ایران باید پاسخ دهند این است که چرا آسمان کشور بعد از حمله به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق و در حالی که نگرانی از اقدام تلافی جویانه آمریکا وجود داشت بسته نشد. ما همه آماده برای پاسخ به این تهدید 52 نقطه‌ای حداقل کاملا شرایط جنگی بود. آن شب قسم می‌خورم هیچ کس نخوابید. جواد سلیمانی که همسرش الناز نبی از مسافران پرواز تهران کیف بود میگوید فایل صوتی ضبط کرده که جزئیاتی را درباره این موضوع روشن می‌کند. آقای سلیمانی میگوید حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی ایران با او تماس گرفته بوده. در این گفتگوی حدوداً 90 دقیقه‌ای از او خواسته شده مطلبی را از اینستاگرامش حذف کند. نیمه پایانی مکالمه در واقع ایشون صراحتاً گفتن شما یه پست اینستاگرامی گذاشتید اینو پاک کنید. قشنگ با همین لحن و خب بنده هم طبیعتاً پاک نکردم. اما مهمتر از آن این بخش فایل صوتی است که برای اولین بار در اختیار ما قرار گرفته. من این توضیح هم دادم، بیانیه هم دادم، درسته؟ من همون لحظه‌ای که 6:30 به من خبر دادن، من 6:35 با سپاه تماس گرفتم که آقا شما حمله موشکی داشتید یا نه، درسته؟ درسته. آقای حاجی‌زاده توضیح داد که بله ما گفتیم نه چون دستور داشتیم. ببین یه سری مسائل امنیتی هست تو کشور. من متوجه نشدم شما با آقای حاجی‌زاده تماس گرفتید که حمله موشکی داشتید؟ ایشون سرجار حاجی‌زاده تماس گرفتم من. درسته. خود آقای حاجی‌زاده هم گفت دیگه، گفت که ما به اینا نگفتید چون دستور داشتن. آقای رضایی فر 4 روز بعد از سقوط هواپیما گفته بود به او اطمینان داده شده بوده که موشکی شلیک نشده. بر اساس این فایل آقای رضایی فر دلایلی را برای نبستن آسمان ایران همزمان با شلیک موشک‌های ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق عنوان می‌کند. وقتی که صحبت شد ایشون هدفشون اول اومدن اطلاعات گرفتن از من بود. منتها بنده سعی کردم واقعا بگم بابا جون یه خورده به خودتون بیان، یه تکونی بخورید. ایشون به اینجا رسید که یه جوری خودش رو مثلا مبرا کنه از این اتفاقاتی که افتاده، یه جوری انگاری بین وجدانش و در واقع اون تنظیمات جمهوری اسلامیش یه جنگی ایجاد شد و یه جایی شروع کرد مثلا گفت تصمیم من نبوده، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده، سازمان هواپیمای کشور ما نمیتونستیم شورای عالی امنیت ملی نبست به این علت که اگر قشنگ گفتم اگر بسته میشد عشان این حرفشون اگه ما میبستیم حمله در واقع ایران به آمریکا لو نمیرفت. حق به شما میدم الان به فرض کن حق به شما میدم باز فضای کشور لیگ میشه. شما یه حاجی زاده بخواست حمله میشه تا من اینا میبستم و عملیات لو نمیرم. بعد حمله رو میگم آقای جواد سلیمانی میگوید چند روز بعد از این مکالمه از طرف نهادهای امنیتی با خانواده‌اش در ایران تماس گرفتند. او میگوید فایل را با مقام‌های کانادایی به اشتراک گذاشته. صرف نظر از اینکه این حرف رو آگاهانه زده، غیر آگاهانه زده، در نقض با حرف‌های قبلی ایران هست یا نه، چون این حرف‌ها از جانب یک مقام دولتی ایران گفته شده و غیر قابل انکار هست، بنابراین یک بار حقوقی جدی برای ایران داره.
مفهوم حرف آقای رضای فال این است که دولت ایران آمدانه و با اطلاع، و وقتی میگم دولت ایران مجموع نظام جمهوری اسلامی ایران، فرق نمی‌کنه چه کسی، آمدانه تصمیم گرفتن که از افراد غیر نظامی به عنوان سپر انسانی در یک عملیات نظامی علیه دشمن که امریکا در اینجا بوده استفاده بکنه. این مطابق تعاریف حقوق بین الملل یک جنایت جنگی است، ممنوعه، نمیشه افراد غیر نظامی رو به عنوان سپر انسانی به کار برد. بعضی خانواده ها میگویند در این مدت نه تنها تحقیقات پرونده آنطور که باید پیش نرفته، بلکه به شکل‌های مختلف تحت فشار حکومت ایران بودند، از احضار و بازداشت تا دخالت در مراسم خاکسپاری. می‌خواستم بیان به قول خودشون برای تسلیت و همدردی، ولی خوشبختانه این اجازه نه از طرف خانواده نه از طرف مردم به اینا داده نشد. در پرواز 752 به جز ایرانی ها شهروندانی از 5 کشور دیگر حضور داشتند: اوکراین، کانادا، سوئد، افغانستان و بریتانیا. دولت‌های این 5 کشور گروهی برای پیگیری حادثه تشکیل دادند. از صحبت‌های معاون وزیر خارجه اوکراین با ما به نظر نمی‌آید که مذاکرات با ایران به جایی رسیده باشد. فعلا سیگنال‌های ضد و نقیضی مشاهده می‌کنیم که در حد صحبت‌های مقام هاست و در رسانه‌های داخلی ایران منعکس شده. مثلا اظهارات معاون وزیر خارجه ایران منتشر شده بود که می‌گفت تهران حاضر به آغاز مذاکرات با کیفه. ما بلافاصله به وزارت خارجه ایران یادداشتی مخابره کردیم و پیشنهاد آغاز مذاکرات رو دادیم، ولی همین امروز از تهران پیامی دریافت شد که میگوید طرف ایرانی حاضر نیست پیشنهاد کیف رو بپذیره. وزارت خارجه کانادا هم در پاسخ به درخواست مصاحبه ما بیانیه فرستاد. کانادا به طور پیوسته خواستار شفافیت، پاسخگویی، دادخواهی، غرامت و تحقیقات کامل برای کمک به خانواده ها برای پذیرفتن این اتفاق شده است. ما فراموش نمی‌کنیم. 8 ژانویه بود که قرار بود برگردد. دولت‌ها و خانواده‌های درگیر می‌گویند اصلی‌ترین خواسته‌شان اجرای عدالت است و از هر اطلاعات و جزئیاتی برای روشن شدن دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی و ابعاد آن استقبال می‌کنند. نعیمه نامجو، بی بی سی. همکارم پوریا ماهرویان اینجا در استودیو با ماست، دنبال کرده جزئیات خبر رو. پوریا، فایل صوتی که شنیدیم در گزارش نعیمه چه قطعه‌ای به این پازل اضافه میکنه؟ دقیقاً یک پازل چند صد تیکه که ما فقط چند تا تیکش رو پیدا کردیم و میدونیم ازش، حالا یک تیکه کوچک دیگه اضافه شده. آقای رضایی فر رو میشه گفت جزء مجموعه دولت بوده، دست کم به گفته خودش 6:32-3 متوجه میشه که این هواپیما سقوط کرده، ممکنه سرنگون شده باشه و شک میکنه. میگه بلافاصله من زنگ میزنم به فرمانده هوافضای سپاه، میپرسم ازش شما عملیات موشکی داشتین؟ میگه که بله. چرا نگفتین؟ میگه که خب به دلیل امنیتی نگفتیم. این عملیات موشکی مشخص نیستش چیه. اگه عملیات موشکی حمله سپاه به عین الاسد باشه که خب خبرش چند ساعت پیش از اون منتشر شده بود، با همه رسانه‌ها خیلی به حالت تبلیغ خیلی بزرگ خیلی گسترده کار شده بود، معلوم نیست الان عملیات موشکی منظورش حمله یا شلیک به هواپیمای اوکراینیه. به هر حال این یه قسمتی که می‌دونیم، خب دست کم یک نفر در مجموعه دولت می‌دونسته، در حالی که اون چند روز ما می‌دیدیم که دولت، افراد و اعضای متفاوت دولت از جمله رئیس جمهور ایران میان میگن که به هیچ وجه ما نمی‌دونستیم. به طور مثال من چند نمونه رو بگم. خب مثلا اولین بیانیه‌ای که آقای اطلاعی که آقای علی ربیعی سخنگوی دولت گفت، هر گونه سرنگونی یا ساقط کردن این هواپیما توسط موشک، پدافند یا هر چیز دیگه رو تکذیب میکنه، میگه کذب محض. سفیر ایران در لندن حمید بعیدی نژاد با قاطعیت با یک رسانه انگلیسی زبان صحبت میکنه، میگه کذب محض.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، مشاور رسانه‌ایش، حتی میاد خبرنگارا و روزنامه‌نگاران تهدید میکنه و میگه که وارد این بازی رسانه‌ای و جنگ روانی نشید. آقای عابدزاده، مسئول اصلی هواپیمای کشور، کسی که زیر نظرش باید باشه، رئیس سازمان هواپیمای کشور، میاد میگه از لحاظ علمی اصلا امکان نداره که یک موشک به یک هواپیما بخوره و اون هواپیما در دم پودر نشه و فرصتی برای هواپیما نیست که سقوط کنه. بعدن اینا همه برمیگرده. حتی و بعد آقای ربیعی میاد میگه که ما دروغی هم نگفتیم، ما بر اساس اطلاعات موجود اطلاعیه گفتیم. چقدر میشه پذیرفت، حالا فرضاً شاید به در رده‌های پایین‌تر، چقدر میشه پذیرفت که شخص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه روز اول مثل آقای رضایی فر گوشی بر نداشته باشه، پرسیده باشه؟ دقیقاً ببینید، اون موقعی یعنی توی دیما روزهای بسیار مهمی بودش، بسیار حساس بود. چند روز قبلش قاسم سلیمانی کشته شده بود توسط پهپادهای آمریکایی. اعتراضات آبان ما قبل اون داشتیم. همون شب یا صبح زودترش حمله گسترده موشکی ایران بوده و درست یک هواپیمای خارجی با 176 سرنشین سقوط میکنه، حالا به گفته اونا که میگفتن سقوط میکنه، و آقای روحانی چرا پیگیر نمیشه؟ آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی کشور، جزء وظایفشه که بخواد این جلسه تشکیل بشه. جلسه تشکیل نمیشه حداقل در یکی دو روز اول. حالا بد نیستش که حالا این قطعه پازل ما داریم، اینم اضافه کنیم که آقای حاجی زاده، الان آقای رضای فر هم میگه که اطلاع داشته، خودش هم میگه که من بلافاصله متوجه شدم، البته شک کردم این همزمانی ممکنه ما زده باشیم به اشتباه. حسین سلامی هم میگه که ما همون اولش متوجه شدیم که این همزمانی میتونه باشه که این هواپیما سقوط نکرده و سرنگون شده، ولی میاد میگه البته ما خودمون خبر رو دادیم و خودمون فهمیدیم و کسی اگه نمیگفتیم کسی نمیفهمید، که مشخصه که خبر از کسای دیگه اومدن خبر جمع کردن و فشار بین المللی در واقع افتاد. جنبه دیگه که تو این فایل صوتی مشخص شد بحث نبستن حریم هوایی ایرانه، که خب برای بسیاری از بازماندگان بزرگترین سواله که چرا زدی و چرا حریم هوایی رو نبستی. دقیقاً وقتی دارین شما 22 تا موشک شلیک می‌کنید، چندین موشک شلیک می‌کنید، طبیعیه که به کسی که دارید شلیک می‌کنید اونم بهتون پاسخ بده و اون هم حمله به صورت حمله موشکی. در این حمله موشکی میتونه هواپیماهای بسیاری هدف قرار بگیرن. این که فضای حریم هوایی ایران بسته نشه، فضای هوایی ایران بسته نشه، سوال بسیار بزرگیه و خب ادعای سپاه اینه که خب ما نمیخواستیم عملیاتمون رو لو بره. از یه طرف دیگه خب میبینیم، شنیدیم در خبرها و بعضی از خبرهای تایید شده میگه که دست کم یک مقام ارشد دولتی عراق اطلاع داشته، این مقام ارشد دولتی به یک مقام‌های نظامی در آمریکا اطلاع داده و فرصت مهیا شده برای سربازان ساکن اون پایگاه عین الاسد که برن پناه بگیرن. برای همینی که در 22 شلیک موشک یک نفر هم کشته نشد، بماند که اولش گفتن 80 نفر کشته شد ولی هیچ کسی در این حمله موشکی کشته نشد. متشکرم پوریا مافیان. اظهارات مستقیم یا تلویحی مقام‌های ایران حاکی از آن است که انفجار هفته گذشته در مرکز تولید سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز نتیجه یک حمله یا اقدام خرابکارانه بوده. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید که بازرسان آژانس 6 بار از این مرکز بازدید کرده بودند و ممکن است اطلاعات آن را به اسرائیل داده باشند. بحث دست داشتن اسرائیل در ماجرا در حالی مطرح شده که مقام‌های ایران هنوز رسماً اسرائیل را مسئول حمله معرفی نکردند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تصاویر تلویزیون ایران از مرکز مونتاژ ماشین‌های غنی‌سازی سانتریفیوژ در نطنز. انفجار در ساعت 2 صبح پنجشنبه اینجا صورت گرفت، وقتی که مرکز در شروع تعطیلات آخر هفته تعطیل بود و به همین دلیل انفجار تلفات جانی به دنبال نداشت. مرکزی برای سوار کردن و تست ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته. و این تصاویر از بیرون، از آن زل از سالن مونتاژ که چندان صدمه ندیده. از اظهارات مقام‌های ایران در 24 ساعت گذشته روشن است که این انفجار را عمدی می‌دانند.
نتیجه یک حمله یا اقدامی خرابکارانه. تصاویر ماهواره‌ای از قبل و بعد از انفجار که بی بی سی فارسی دریافت کرده نشان می‌دهد که انفجار در سالن مونتاژ سانت فیرژ خرابی وسیعی ایجاد کرد. شاید در حد 70%. خرابی که می‌تواند هم نتیجه حمله هوایی باشد و هم نتیجه انفجار بمب در داخل. یک عضو تندروی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که بازرسان آژانس 6 بار از این مرکز دیدن کردند و ممکن است اطلاعات مرکز را به اسرائیل داده باشند. مقدمه‌ای شاید برای فشار بر دولت برای قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و این تصویری بزرگتر از سالن مونتاژ و محل انفجار. انفجاری که بعضی از قطعات ساختمان را تا 100 متر آن طرف در انداخته. انفجاری که مقام‌های کشور می‌گویند عامل آن را شناسایی کردند، اما به دلایل امنیتی فعلا اعلام نمی‌کنند. و این 15 ماه پیش وقتی که ایران سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش را که در سالن مونتاژ تست شده بود در سالن غنی‌سازی زیرزمینی نطنز نصب و راه اندازی کرد. آغاز بفرمایید علی برکت الله. علی‌رغم منع آن در توافق هسته‌ای در تلافی به تحریم‌های آمریکا، سانتریفیوژهای IR6 می‌توانند سرعت غنی‌سازی را چندین برابر افزایش بدهند. گزارش شده است که انفجار در سالن مونتاژ سانتریفیوژها ممکن است ساخت این ماشین‌ها را ماه‌ها به عقب انداخته باشد. نور نیوز که به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است نوشته نتیجه یک حمله بوده. انگشت اتهام متوجه اسرائیل است که این هفته ماهواره‌ای را صرفاً برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های ایران به فضا پرتاب کرد. واقعی صبح پنجشنبه یک بار دیگر افکار عمومی را متوجه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کرده و تنش فزاینده بین ایران و اسرائیل. کسرا نجی، بی بی سی. بررسی‌های بی بی سی نشان می‌دهد که شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران در بهار امسال احتمالاً بیشتر از 2 برابر آمار رسمی بوده. به گفته وزارت بهداشت در 3 ماه اول سال حدود 8300 نفر به علت ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند. ولی آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر در این مدت 19000 نفر بیشتر از متوسط سال‌های گذشته بوده. همکارم بهنگ تاجدین در استودیو به ما پیوسته. رابطه این مرگ و میر با مرگ و میر ناشی از کرونا چی میتونه باشه؟ ببین، داستان دو بخشه. یه بخشش اینه که وقتی یه ویروسی مثل کرونا شیوع پیدا میکنه، خیلی وقتا اگر یه نفر فوت کنه تو بیمارستان، ممکنه با قطعیت نشه گفت که این فرد در اثر این ویروس فوت کرده یا به دلیل بیماری زمینه‌ای، بیماری که از قبل داشته فوت کرده. یه بخشی از داستان اینجاست که خیلی وقتا با قطعیت نمیشه موضوع رو مشخص کرد یا دلیل مرگ رو مشخص کرد. مسئله دوم اینه که پدیده‌ای مثل شیوع کرونا که مثلا یه فشار زیادی به نظام بهداشتی میاره، باعث میشه که خیلی‌ها کارشون رو از دست بدن، درآمدشون رو از دست بدن، یه جورای شبیه یه پدیده، یه فاجعه طبیعی مثل زلزله، مثل سیله. تو زلزله همه کسایی که در اثر زلزله میمیرن زیر آوار نمیمونن. بعضیا در اثر مثلا شیوع حسب و وبا ممکنه فوت کنن، بعضیا به خاطر اینکه دسترسی به داروهای معمولشون ندارن فوت کنن. به همین خاطره که توی پدیده مثل شیوع ویروس کرونا تو همه کشورهای دنیا یکی از فاکتورهایی که میان نگاه میکنن، یکی از شاخصهایی که میان نگاه میکنن، این مرگ و میر اضافه است. اینکه امسال توی یک بازه مشخصی، حالا 1 ماه، 3 ماه یا 1 هفته به حسب اینکه چقدر داده در دست دارن، چقدر میزان مرگ و میر نسبت به سالهای گذشته بالا رفته. ما چیزی که دیدیم تو ایران اینه که در زمستان 98 6400 نفر تعداد کسانی که نسبت به زمستان‌های قبلی، میانگین زمستان‌های قبلی فوت کرده بودند، 6400 نفر بیشتر از میانگین زمستان‌های قبل بود. و در بهار دیدیم که ما به طور متوسط در بهار سال‌های گذشته حدوداً 90000 نفر تو ایران فوت می‌کردند. امسال این عدد رسیده به 110000 نفر، که این 19000 نفر از اونجا اومده که ما حدس می‌زنیم احتمالاً این تعداد قربانیان مستقیم و غیر مستقیم شیوع کرونا باشه. پراکندگی جغرافیاییش چه بهمون میگه؟
پراکندگی جغرافیایی چیزی که میگه اینه که به نظر میاد اکثر این آمار مرگ و میر اضافی ناشی از همین شیوع کرونا بوده، چیزی که ما در زمستون هم این قضیه رو دیدیم، یعنی در زمستان هم توی استانهای مثل مازندران و گیلان بیشترین سرانه مرگ و میر اضافی رو داشتیم که اینا استانهایی بودن که ما میدونستیم که در واقع شیوع کرونا توشون گسترده بوده. در بهار اتفاقی که افتاده اینه که شما میبینید از نظر تعداد بالاترین آمار مرگ و میر اضافی مال استان تهرانه، مال اصفهانه، مال گیلان و مازندران و عرض کنم خوزستان و آذربایجان شرقی، اینا عدده. ولی اگه به نسبت جمعیت نگاه کنیم میبینیم که علاوه بر گیلان و مازندران که توی فصل زمستون هم در واقع آمار سرانه مرگ و میر اضافی توشون بالا بود، الان استانهایی مثل قزوین، اردبیل، خوزستان و البرز هم اومدن بالای لیست، به این معنی که به نسبت جمعیتشون شاهد افزایش بالایی از شمار مرگ و میر اضافی بودن. من با این نکته تموم کنم که ما در فصل زمستون در 4 استان شاهد این بودیم که این میزان مرگ و میر سرانه مرگ و میر اضافی بیشتر از 2 نفر در هر 10,000 نفر بوده. تو فصل بهار این به 18 استان میرسه که چیزی که نشون میده اینه که شیوعی که از استانهای شمالی و مرکزی ایران شروع شده بود در زمستون در فصل بهار گسترش پیدا کرده به مناطق بیشتری از کشور. متشکرم بهرنگ تاشتین در استودیو با ما. و اما ماهان غفاری پژوهشگر ژنتیک جمعیتی و اپیدمیولوژی در دانشگاه آکسفورد از همین شهر بریتانیا با ماست. آقای غفاری، آمار 2 برابری نسبت به آمار رسمی چی به شما میگه؟ فکر میکنید چرا اینقدر تفاوت هست؟ بله، با سلام. همونطور که انتظار میرفت به خاطر اینکه شیوع کرونا از کووید 19 ما فکر میکنیم از زمستان آغاز شده، هر چقدر رو به جلو میریم و رو به فصل بهار و اوایل بهار فروردین اردیبهشت میریم، انتظار میرفت که این اختلاف بیشتر و بیشتر بشه، چون یک همگیری، یک رشد نمایی رو داره و اختلاف هرچی رو به جلو میریم انتظار داریم بیشتر بشه. و همونطور که گفته شد همین هم مشاهده شد. ما دیدیم در بسیاری از استانها در فصل بهار طور قابل ملاحظه درصد مرگ و میر اضافی بالا هست. چه تصویری از تابستان به ما میده فکر میکنید؟ سوال خوبیه. ما باید برای اینکه تابستان رو بفهمیم باید ببینیم که الان وضعیت کووید 19 در کشور به چه صورت هست. آماری که از آمار رسمی که از پیک فعلی کرونا میاد این رو به ما نشون میده که شاید اون پیک اصلی کرونا گذشته باشه، اما میدونیم همیشه با یک تأخیری درصد مرگ و میر هم دنبال میکنه این رفتار رو. سوال سختیه که بدونیم در تابستان وضعیت به چه صورت بود، اما شاید شواهدی داریم که شاید این پیک دوم کرونا رد شده و پیک مرگ و میر هم میدونیم با یه تأخیری عبور بکنه. این آمار مرگ و میر اضافه که الان به دست ما رسیده چه تصویری از تعداد مبتلایان میده؟ مشخص هست که واقعا چند نفر در ایران مبتلا شدند؟ بهترین شاید شاخصی که برای اینکه بفهمیم چند نفر مبتلا میشن به بیماری آزمون‌های سرولوژی هست که اون آنتی‌بادی تست‌هایی هست که IgG و IgM هست. کمیته اپیدمیولوژی ایران در 26 اردیبهشت گزارشی رو داد که بر اساس اون سیرولوژی تست ها میگفت 9 تا 10 میلیون و گزارش های اخیری که من دنبال میکردن گفتن تا 18 میلیون نفر بیمار شدن. اما اگر یک همچین عددی درست باشه با توجه به ضریب کشندگی که ما میدونیم از کووید 19 به طور متوسط در تمامی سنین بین 0.5% تا 1% ضریب کشندگی این بیماری هست و اون رو کنار 18 میلیون بذارید تقریبا چیزی نزدیک به 100,000 مرگ و میر میده. ولی به نظر نمیاد که با تصویری که از مرگ و میر اضافی ما داریم میبینیم این منطبق باشه. آماری که الان میاد، میدونیم که در هفته گذشته آمار مرگ و میر رکورد زد از زمان شروع اپیدمی، به نظر شما یا ما وارد فاز دوم اپیدمی شدیم یا اینکه اساسا هنوز در مرحله ابتدایی اپیدمی هستیم؟ بله، سوال خیلی مهمیه. به نظر میاد ما هنوز در موج یک هستیم به یک معنا، به دلیل اینکه هنوز بخش قابل ملاحظه از جامعه آسیب پذیر هست به این بیماری و میتونه بیمار بشه و برای همین ما می‌بینیم با بازگشایی مجدد دوباره پیک ابتلا بالا رفت و میدونیم همیشه پیک مرگ و میر با تأخیر 10 تا 20 روزه پیک ابتلا رو دنبال میکنه. اگر شما به آمار دقت بکنید پیک ابتلا ایران تقریبا 10 تا 15 روز گذشته بود و الان پیک مرگ و میر داره بالا میره. پس نشونه این که وضعیت اپیدمی به چه صورت خواهد شد رو با
پیک ابتلا میشه دنبال کرد. اما باید بگم وضعیت پیچیده است به دلیل اینکه ما با وجود اینکه میبینیم پیک ابتلا به اما میبینیم به همین روند مبتلایانی که در بیمارستان دارن بستری میشن داره رو به افزایش میره. پس یک کمی سیگنال های متضاد داریم میگیریم و باید تا چند روز یا هفته های آینده صبر کنیم که ببینیم دقیقا در چه وضعیتی هستیم. آیا پیک دوم رو رد کردیم یا هنوز داره یک پیک جدیدی ایجاد میشه در کشور؟ آقای غفاری، از همون ابتدا بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که نمودار ابتلا و مرگ و میر در ایران متفاوت از نمودار در بسیاری از کشورهاست. الان اگر که این آمار مرگ و میر اضافه رو لحاظ بکنیم، آیا نمودار شبیه به دیگر کشورها میشه؟ تا حد زیادی میشه گفت که به نوعی بله، میتونیم رفتار رو بهتر بفهمیم. اما همونطور که من قبلا هم اشاره کردم، الان دو داده در واقع از مرگ و میر اضافی ایران داریم. شاید نیاز به تأمل بیشتری داشته باشه که به روی این داده ها تمرکز کنیم، معنای اونها رو بفهمیم، چون همونطور که گفتم تصویری که داده های اپیدمیولوژی سیرولوژی به ما میده با تصویری که از مرگ و میر اضافی میگیریم یکسان نیست. نیاز به تأمل بیشتری داره که بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، چند نفر بیمار شدن و چند نفر دارن از کووید 19 میمیرن، که سوال سختیه با کمبود داده. متشکرم از شما ماهان غفاری، پژوهشگر ژنتیک جمعیتی و اپیدمیولوژی. جنجال درباره قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین همچنان ادامه دارند. دولت تاکید کرده که چیزی مخفی یا خلاف منافع ملی در جریان نیست، اما بسیاری از جمله بعضی از نمایندگان مجلس نگران ابعاد به گفته آنها پنهان قرارداد هستند. در میان یک وبسایت داخلی متنی منتشر کرده و گفته ویرایش نهایی سند این همکاری 25 ساله است. مریم افشان گزارش می‌دهد. بهمن ماه سال 1394 رئیس جمهوری چین به ایران رفت و با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای خامنه ای در این دیدار توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای روابط استراتژیک 25 ساله را درست و حکمت‌آمیز خواند. بعد از گذشت 5 سال که خبر تصویب سند قرارداد همکاری 25 ساله دو کشور در دولت ایران منتشر شد، چندی پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین از این قرارداد انتقاد کرد. انتقادات او بار دیگر این قرارداد را بر سر زبان‌ها انداخت. تا دیروز هیچ جزئیاتی توسط دولت از این قرارداد منتشر نشده بود و حتی نمایندگان مجلس هم گفتند که اطلاعی از مفاد آن نداشتند. امروز وبسایت انصاف نیوز متنی منتشر کرده و گفته که نسخه نهایی برنامه همکاری بلندمدت ایران و چین است. در این متن به گسترش همکاری‌های دو جانبه اقتصادی و تجاری، دانشگاهی، نظامی و امنیتی اشاره شده. همچنین به اهداف، زمینه‌های همکاری و اقدامات اجرایی به طور کلی و بدون ذکر جزئیات پرداخته شده. روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در رشته توییتی این قرارداد را ننگین خواند. رژیم در قراردادی ننگین و 25 ساله با چین در پی تاراج منابع کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهنمان است. از بومی جلوه دادن صنایع چینی تا عقد قرارداد ننگین، همه در راستای سیاست پنهانکاری و نادیده گرفتن حقوق حقه شما مردم از سوی حاکمان غارتگر ناایرانی و ضد ایرانی است. این قرارداد که با تایید و پشتیبانی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تنظیم شده، خیانتی آشکار به منافع ملی ایران است. اما اعتراض فقط از جانب مخالفان جمهوری اسلامی نبوده. در روزهای گذشته وزیر خارجه ایران هم در مجلس به انتقادات نمایندگان پاسخ داد. ما ضمن حفظ یک سیاست همه جانبه و ضمن داشتن اعتماد به نفس کامل برای اینکه در برابر شش قدرت جهانی بنشینیم و به قول آقای ترامپ کلاه سرشون بگذاریم، برای اینکه شرایطی رو ایجاد کنیم که آقای بولتون نگران یک ملاقات ما با آقای ترامپ باشه، در این حال همین اقتدار و همین خودباوری رو داشتیم که با چین قرارداد استراتژیک 25 ساله مذاکره داریم میکنیم. و من اینجا لازمه به ملت بزرگ ایران بگم که در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. دولت ایران میگوید چیزی برای پنهان کردن ندارد و این سند افتخارآمیز است. سخنگوی وزارت خارجه هم ادعاهایی چون اجاره جزایر ایرانی در خلیج فارس را مضحک دانسته و گفته که این ادعاها حتی ارزش تکذیب کردن ندارد. یه خطی که اول رسانه‌های خارج به عنوان اینکه تخریب روابط ایران و چین شروع کنن این کار را انجام دادن، متاسفانه در داخل کشورم برخی از
افرادی که حالا دنبال فرصت میگردن که برخی نام خودشون رو مطرح کنن یا اظهار نظری بکنن با متوسل به مسائل مختلف میشن مطرح کردم و الان در فضای مجازی یک شبهه‌ای به وجود آورده برای مردم. یه روز میگن که نمیدونم کیشو نمیدونم میخوام بدن، یه روز میگن قشمو میخوام بدن، یه روز یه چیز دیگه میگن. شاید اشاره رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به اطلاعات منتشر شده توسط نشریه انگلیسی پترولیوم اکونومیست باشد. گزارشی که پارسال به نقل از یک منبع نزدیک به وزارت نفت ایران منتشر شد. در این گزارش آمده که بخش‌هایی از این قرارداد قرار نیست علنی شود. چین در مقابل امتیازاتی از ایران متعهد شده 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند. 280 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز و 120 میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌ها و حمل و نقل. در عوض چین محصولات نفتی را با تخفیف 32% می‌خرد که شامل 20% تخفیف در خرید محصولات نفتی و 12% صرفه‌جویی از محل پرداخت یوان است و برای بازپرداخت مهلتی 2 ساله دارد. همچنین چین می‌تواند 5000 نیروی امنیتی چین را برای محافظت از پروژه‌هایش به ایران بیاورد. نویسنده این گزارش روز گذشته در گزارشی در وبسایت اویل پرایس به نقل از منبعی آگاه در ایران جزئیات دیگری هم درباره این قرارداد منتشر کرده، از جمله برای هر پروژه نفت و گاز و پتروشیمی چین برای گرفتن قرارداد اولویت دارد. بر اساس این گزارش چین همچنین میتواند نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با تخفیف تضمین شده دست کم 12% نسبت به میانگین بهای 6 ماهه بازار بخرد و 6-8% تخفیف اضافه هم برای جبران ریسک خرید از ایران داشته باشد. طبق این گزارش بخشی از این قرارداد شامل تبادل پرسنل بین ایران، چین و روسیه خواهد بود و بر اساس آن هر سال 110 نفر از نیروهای سپاه پاسداران برای آموزش به پکن و مسکو خواهند رفت و 110 چینی و روس برای آموزش به تهران می روند. حرف و حدیث ها درباره این قرارداد کم نیست و هنوز هم از سوی مقامات دولتی جزئیاتی منتشر نشده و همه چیز در حد کلیات است و نسبتاً نامشخص. این ابهامات هم این نگرانی را به وجود آورده که با توجه به فشار تحریم های آمریکا و بحران اقتصادی موجود در ایران قراردادی بسته شود که منافع ایران در آن در نظر گرفته نشده و به نفع چین باشد. هرچند دولت ایران تاکید می کند که این قرارداد به نفع دو کشور است. مریم افشنگ، BBC. سایمون واتکینز، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن، با ماست. آقای واتکینز پارسال مطلبی نوشته بودند در نشریه پترولیوم اکونومیست که به جزئیات این قرارداد پرداختند و 2 روز پیش هم مطلب تازه‌ای نوشتند در نشریه اویل پرایس و جزئیات تازه‌ای از این قرارداد رو منتشر کردند. آقای واتکینز خوش آمدید به برنامه. در وهله اول میدونم که از لحاظ اصول روزنامه‌نگاری نمیتونید بگید منبعتون چه کسی است، ولی واقعا منبع شما چقدر قابل اعتماده؟ Good evening. Thanks for having me on, and good evening to you, Rana. عصر شما بخیر و خیلی ممنونم رانا که منو دعوت کردیم به این برنامه. باید بگم که منبع من و منابع من بسیار بسیار قابل اعتماد هستن و بی‌نقص هستن. در مطلب جدیدی که برای نشریه اویل پرایس نوشتید اضافه کردید که چین یک جنبه نظامی به این قرارداد 25 ساله اضافه کرده. میشه راجع به این جنبه نظامی جدید توضیح بدید؟ Yeah, 25-year deal, to be accurate. So, بله، قرارداد 25 ساله. دفعه پیش من بحث نفت و گازش پرداختم. درباره بحث نظامی با نیروهای عالی رتبه سپاه پاسداران و بخش‌های امنیتی توافق شده و در عمل یک ملاقاتی در هفته دوم ماه اوت برگزار شد که می‌خواستن که جزئیات این قضیه رو راستوریز کنن و طبق این توافق الان میتونیم بگیم که از ماه نوامبر به این ترتیب شروع میشه که ایران، چین و روسیه، به طور مشخص چین ولی خب روسیه هم همینطور، دسترسی کامل خواهند داشت به حریم هوایی ایران و
میتونن تجهیزات یا سایت های دو منظوره بسازن، از جمله بنادر یا حتی فرودگاه هایی. میتونم البته درباره جزئیاتش بیشتر به شما بگم اگه لازم باشه. لطفا از جزئیاتش بگین، چون دسترسی کامل به حریم هوایی به ایران به هر حال دسترسی بزرگ و ادعای بزرگیه. بله خیلی بزرگه. فراموش نکنید که طوری که روسیه و چین معمولا عمل میکنن اینه که این روزها چین در واقع به یک کشور پول میده و به عنوان بخش از این توافق، مدت هاست که البته چین داره به ایران پول میده مثل روسها، و اون وقت در قبال اون یه چیزی میخوان برای در ازای پولشون. و خب معمولا اگه بخوایم جزئی تر صحبت کنیم، این تجهیزات دوگانه در فرودگاه ها میتونن فرودگاه با اندازه‌های مختلف باشه و توانایی‌های قابلیت‌های نظامی داشته باشن، در مثلا پایگاه در همدان، بندرعباس، چابهار، آبادان. و در آغاز این تجهیزات رو طبیعتاً می‌سازن برای این فرودگاه‌ها و بندرها چینی‌ها می‌سازنش، و در آغاز از هواپیماهای TU-22T روسی میزبانی می‌کنن و بعد جنگنده هایی خواهد بود که هواپیماهای سوپرسونیک فراصوتی با رنج یا برد میانه خواهند بود، به اضافه تجهیزات و تسلیحات دیگر. که اما بخوام بیشتر درباره صحبتش سوال شما جواب بدم، حالا بعد میرسم به بحث بنادر. ولی سال 2016 روسا از پایگاه همدان استفاده کردن برای اینکه حملات هوایی رو علیه موازی در سوریه انجام بدن، استفاده کردن از موشک‌های 22M و این کار رو در گذشتم انجام دادن، ولی خب از این به بعد دائمی میشه. اما در مورد بنادر، باز در چنین مناطقی خواهد بود، چابهار، بندرعباس، اون یکیش کدومه؟ بوشهر فکر کنم. بوشهر درست مطمئن نیستم، خوب یادم نمیاد، ولی به هر حال. و اونها هم این قابلیت رو خواهند داشت که خدمات بدن به زیردریایی ها به عنوان مثال، و کشتی های جنگی از نوع چینی یا روسی. به اضافه این، باید حتی اگه لازم باشه میتونم میتونم درباره مؤلفه های نگران کننده تر این قضیه صحبت کنم، که مخصوصا برای همسایگان ایران مثل عربستان، مثل اسرائیل نگران کننده هستند، برای اینکه خب خواهند دید که حرکت های نظامی حرکات نظامی روسی و چینی در جوار مرزهای اونها انجام خواهد شد. حالا نمیدونم شما میخواهید که راجعش صحبت کنیم یا نه. اجازه بدید یک کم بریم سمت بحث نفت و انرژی. سرمایه گذاری عظیمی چین قصد داره، اگر که این گزارش درست باشه، سرمایه گذاری عظیمی قصد داره بکنه در بخش نفت و انرژی ایران، اما اینها در تضاد با تحریم های یک جانبه آمریکا است. فکر میکنید که چین قصد داره که واقعا به جنگ تحریم های آمریکا بره و این سرمایه گذاری رو بکنه؟ چین اصلا اهمیتی نمیده به تحریم های آمریکا. اونها هیچ وقت علاقه نشون ندادن، در گذشته هم اینطور بوده، گاهی وقتا وانمود میکنه که اهمیت میده، ولی خب در عمل میدونیم که یک جنگ تعرفه ای و تجاری هم هست بین آمریکا و چین، و چینی‌ها در تمام طول تحریم ها حدود 1 میلیون بشکه نفت از ایران میخریدن، و یک جور توافق نانوشته ای در چارچوب این توافق 25 ساله هست که چین و روسیه به ویژه چین در درجه اول میتونن تمام نفتی رو که ایران تولید میکنه ازش تهیه کنن. البته میتونم راجع به بحث جنگ الکترونیک هم صحبت کنیم که اون یک تهدید مستقیمی است برای آمریکا.
و متحدان آمریکا در منطقه به ویژه عربستان سعودی. اساساً میدونیم که سیستم S-400 رو ایران داره و سیستم های دیگری داره و خب در عمل عربستان سعودی ها یک نیاز دارن به یک هشدار. آقای واتکینز، مقام های ایران بسیار خرسندند از این توافق، هرچند که جزئیاتش رو منتشر نمی کنند. مخالفان حکومت ایران این رو یک قرارداد ننگین می دونند. کدام یک درست می گن؟ خب بستگی داره از چه منظری بهش نگاه کنیم. خب روس ها و چین ها ادعا خواهند کرد که دارن یک خدمت با ارزشی رو به ایران ارائه می کنند که ایران نیاز داره به دوستانی در عرصه جهان در درجه اول به خاطر تحریم های آمریکا و خب دوستان بین المللی قوی نداره که بتونن بهش نفع مالی یا بیزنسی بفرستن بدن و خب الان چین و روسیه وارد این خلاء شدن و دارن پول و خدمات و بیزنس به ایران ارائه می کنند، ولی خب این قیمتی داره برای خودش و این قیمتی که شما باید بپردازین وقتی که شما با کشوری مثل چین و روسیه داد و ستد میکنین، بیزنس انجام میدین، این قیمتی که باید پرداخت. خب الان موضع رسمیشون اینه که اول که انکار کردن که اصلا همچین چیزی وجود داشته و حالا دارن انکار میکنن که با یک جنبه نظامی داره. طبیعتا خب اینطور خواهند گفت، معلومه. حالا بعد ببینیم که در ماه آگوست چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد در نوامبر چه اتفاقی خواهد افتاد. متشکرم. سایمون واتکینز، روزنامه‌نگار اقتصادی. در آمریکا دانشگاه‌های هاروارد و ام‌آی‌تی گفتند دولت دونالد ترامپ را به دلیل فرمان جدید در مورد دانشجویان خارجی به دادگاه می‌کشند. بر اساس این دستور اگر دانشگاهی که این دانشجویان در آن درس می‌خوانند کلاس‌ها را از راه دور یا به اصطلاح آنلاین ارائه کنند، دانشجویان باید به کشورشان برگردند و از آنجا در کلاس‌های اینترنتی شرکت کنند. تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌های آمریکا گفتند در ترم پاییز برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا کلاس‌های مجازی را جایگزین کلاس‌های حضوری خواهند کرد. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. President of the United States and Mrs. Trump. ادامه سختگیری‌های دولت ترامپ به مهاجران، پناهجویان و دانشجویان خارجی. این بار اداره مهاجرت و گمرک گفته دانشجویان خارجی دانشگاه‌هایی که به خاطر بحران کرونا کلاس‌های درس را آنلاین برگزار می کنند توجیهی برای ماندن در خاک آمریکا ندارند و باید به کشورشان بازگردند و از آنجا از طریق اینترنت در کلاس ها شرکت کنند، مگر اینکه به دانشگاهی در آمریکا که کلاس های حضوری دارد انتقالی بگیرند. آیین‌نامه جدیدی که سبب نگرانی گسترده دانشجویان خارجی، دانشگاه ها، وکلا و مدافعین حقوق مهاجران شده، به ویژه که تعداد قابل توجهی از مراکز آموزش عالی از جمله معروف‌ترین ها مثل دانشگاه هاروارد تصمیم گرفتند برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا همه کلاس ها را آنلاین ارائه دهند. میترا ناسه، دانشجوی دکترای بهزیستی اجتماعی در دانشگاه بین المللی فلوریدا، از دلهوره های دانشجویان ایرانی میگوید. حسی که من دارم حداقل در مورد دانشگاه خودم اینه که همه شوکن، یعنی اینجوری نبوده که کسی آماده باشه برای این خبر که بخواد برنامه ریزی کنه. مثلا دوستام که دانشگاه های مختلف هم هستن، یکیشون میگه من زنگ زدم دفتر دانشجوی بین المللی، اونا خودشون شوکه بودن، میگفتن ما تازه فهمیدیم، بذاریم فکر کنیم خبر میدیم. اصلا بحث نگرانی و استرسی که ایجاد میکنه، داره میگه ترم پاییز یعنی چند هفته دیگه برای خیلی از ماها، شاید حتی یه ماه هم نه، چقدر یه همچین قابلیت وجود داره که تو بشینی از یک کشور دیگه این کار بکنی و حالا چقدر این قابلیت وجود داره که از ایران این کار بکنی که فیلترینگ مثلا وجود داره. ما کلاسمون که آنلاین شده بود، خب اکثر ارتباطمون با استادمون با زوم بود دیگه، من با مادر پدرم با زوم نمیتونم صحبت کنم. یعنی اونقدر لایه‌های پیچیدگی مشکلاتی که میتونه بر هر یه دونه دانشجو ایرانی پیش بیاد زیاده که اصلا تو مخیله آدم نمی‌گنجه. و سرنوشت من چی میشه؟ مثلا یکی مثلا که سال آخره 5 سال سرمایه گذاری کرده، حالا اگه بخواد
این تو گرفتن مدرکش براش مشکل ایجاد کنه چی میشه؟ دستاندازی جدید در مسیر زندگی دانشجویان ایرانی در آمریکا که در 3.5 سال گذشته با انواع موانع برای به ثمر رساندن تحصیلاتشان روبرو شده اند. مشکل جدیدی که وکلای مهاجرت میگویند زمان برای یافتن راه حل از جمله شکایت از دولت ترامپ تنگ است. خاطر وضعیت کرونا اومدن استثناء قائل شدن، گفتن که برای ترم بهار و ترم تابستونه تمام دانشجوهای خارجی میتونن کلاساشون رو آنلاین بردارن. و خب این روند داشت پیش میرفت. دیروز اداره مهاجرت یه قانونی رو گذاشتن که گفتن که برای ترم پاییز به هیچ عنوان دانشجوهای خارجی اجازه ندارن که تمامی کلاساشون رو آنلاین بردارن. در نتیجه دانشجوها یه جورایی بلا تکلیف الان موندن. اگر که بخوام برگردم به کشورشون، خب برای دانشگاه ایرانی فوق‌العاده این مسئله دشوار هستش، به خاطر اینکه ویزاهاشون یک بار است، یعنی در واقع ویزاشون یک بار مصرفه. وقتی که وارد آمریکا میشن اون ویزا دیگه باطل میشه. اگه برگردن ایران دوباره باید برن سفارت آمریکا ویزای جدید بگیرن که بتونن دوباره برگردن آمریکا. ولی خب مشکلی که اینجا وجود داره این هستش که زمان خیلی کمه. منتظریم ببینیم که دانشگاه ها چه تصمیم میگیرن، آیا کلاس های حضوری رو برگزار خواهند کرد یا این موضوع رو شکایت میکنن و میبرن به دادگاه. ساعتی پیش اعلام شد دانشگاه های هاروارد و MIT راه شکایت از دولت ترامپ را برگزیدند. آینده دانشجویان ایرانی حالا باز به تصمیم قضات بستگی دارد و البته فشار سیاسی که این بار معروف در این شخصیت های مخالف ترامپ هم به جمع معترضان پیوستند. هیلاری کلینتون رقیب او در سال 2016 این قانون جدید اداری مهاجرت دولت را بیرحمی علیه دانشجویان خارجی خوانده. اینکه آیا این اعتراض ها و شکایت ها به ناکام شدن دولت ترامپ می انجامد یا نه در هفته های آتی مشخص خواهد شد. بهمن کلبسی، BBC نیویورک. سرنگون کردن هواپیمای اوکراین یک تراژدی بود که هنرمندان و نویسندگان زیادی به اون پرداختند و هنوز هم میپردازند. یکی از اونها شاعری است که در آخرین کتابش شعری رو به مسافران این پرواز تقدیم کرده. کمنده کجوری، نویسنده، شاعر و مدرس ادبیات از لندن با ماست. خانم کجوری، خوش آمدید به برنامه. لطف میکنید شعری رو که برای مسافران پرواز اوکراین خوندید برامون نوشتید برامون بخونید. با سلام به تمام بینندگان فارسی زبان BBC، مخصوصا هموطنان گرامی. راستش برای من خیلی سخته که این شعر رو، خیلی سخت بود که این شعر رو براتون ترجمه کنم به فارسی، چون که این کتاب و شعر به انگلیسیه، ولی حالا سعیمو کردم کمی به فارسی حال هوای خودم رو منتقل کنم. ممنونم، فارسیتونم خیلی عالیه، مطمئنم ترجمهش عالی خواهد بود. گفتم راستش ترجمه نیست، فقط یه توضیح کوتاه هست. مسافران پرواز 752 بر روی صندلی ها در ردیف های مرتب نشستند. پس از ساعتی تأخیر پرواز آنها آغاز می شود. برخی با خود زمزمه می کنند خدایا شکرت که پرواز می کنیم، و با احساس آرامش به لحظه ای فکر می کنند که عزیزانشان را در مقصد در آغوش می گیرند. سکوت در هواپیما جاری می شود و بچه ها به خواب می روند. 176 قلب به آرامی در این پرنده آهنین می تپند. در آسمان نزدیکتر به خداوند سفر آنها کوتاه خواهد بود. فرشته های زمینی پس از اندک زمانی به خانه باز می گردند. متشکرم خانم کجوری. همطور که اشاره کردید اصل شعر به زبان انگلیسیه. در چه حال و هوایی نوشتید؟ چرا؟
راستش وقتی که این فاجعه دردناک اتفاق افتاد، همه در سراسر دنیا شوکه شدند. درست در زمانی که همه ترسیده بودند و در انتظار شروع جنگ بودند. و این حادثه تبدیل شد به یک واقعه سیاسی. بُعد سیاسی این اتفاق مورد توجه من نبود. برای من زندگی‌هایی که زودتر از زمان خود به پایان رسیده بودن مهم بود. این هم نشانی از دور شدن جهان ما از انسانیت بود. همه ما این فاجعه رو به دید خودمون به تصویر کشیدیم و طی روزهای متوالی به آن فکر کردیم. من می‌خواستم شعری بنویسم که بیانگر آخرین لحظات زندگی های این عزیزان از دست رفته باشد و این شعر رو همجوری که گفتین تقدیم کردم به بازماندگانشون. آخرین کتاب شعری هم که منتشر کردید از قراره که عوایدش به خیریه در ایران برسه، میشه از آخرین کتاب شعرتون بگیم؟ همین کتابه که اسمش هست God Does Humanity Exist. میدونی که یه ذره بالاتر بیارینش که بتونیم ببینیم. متشکرم. و اسم کتاب هست خدایا آیا انسانیت وجود داره؟ همینطوره که گفتین تمام درآمد فروش کتاب هدیه میشه به خیریه‌ای که مربوط به بچه‌های بی‌سرپرست و با هر فروش کتاب یک درخت در کشورهای آفریقا کاشته میشه. اگه میخوان میتونم یکم در مورد کتاب باهاتون صحبت کنم. خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگر ممکنه. در حد 30 ثانیه این شعری که نوشتم برای درباره پرواز اوکراینی تو اولین قسمت کتاب هست، چون که 4 تا قسمت هست تو کتاب و اولین قسمت کتاب اسمش رو گذاشتم فریاد درد مشترک که از یه تیکه از شعر شاملو هست که میگه من درد مشترکم مرا فریاد کن. بسیار عالی، با شعری از شاملو گفتگو رو پایان میدیم. متاسفانه وقتمون به پایان رسید. خانم کجوری، براتون آرزوی موفقیت میکنم. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. میتونید این برنامه رو و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب ما تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. شب خوش.